سلام امیدوارم که خوب باشید ما آرام اینجا کوکتل تی و امروز اومدیم با یه رپ حواشی جدید بررسی کنیم حواشی چند روز گذشته رپ فارسی رو اما قبل از هر چیزی یادتون باشه که حتما کانال سابسکرایب کنید اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید و اگه حال نکردید حتما دیسلایک کنید و دلیلش رو بنویسید البته دلیل منطقی و همچنین ما یه کانال دومی داریم به اسم کوکتل تی پلاس اگه تا اونجا نرفتید حتما برید ممکن از ویدیوهاش خوشتون بیاد و اگه خوشتون اومد اونجا هم ساب اسکرایب کنید دمتون گرم می‌بینیم که با هم ویدیو رو داشته باشیم خب اول از همه ارفان یه سری استوری گذاشت راجع به اینکه داره از خونه قدیمیش میره که خیلی از آهنگای جدیدش رو اونجا نوشته بود و بعدش هم یه استوری گذاشت درباره یه صفحه مورچه که میلیونی بودن و داشتن با هم کار میکردن و گفتش که یه نگاه به اینا بکنید یه نگاه هم به رپ فارسی که هفش نفرن و همه میخوان گلوی همو بدرن این استوری ها رو با هم میبینیم یه صبح می گرفته از یه صحنه خیلی آشنا از یه خونه ای که این شکل نبود خونه خیلی کنه قدیمی بود توی زندگی میکردم خیلی از آهنگ های دوره بعد از خدافزی از آلمان های تو چپ گرفته منو رو نترسون خلانی همه برای اینجا نوشتم اون پایین و توی همین بالکن توی گمرک میگم از بالکن خونه های سیم الیونی پایدار ها سر بالا مثل ایفل موندیم یعنی که ما هم نیست دورو بره. چه خبره سر تو بالا نگرداریم از جای دیگه میاد از اعتماد به نفس و این صحبت ها تو بجو بی حول و ولا داشی به قلب نزدیک بمونی دور و برا باشی بگو بی اجله قراراشی آخر جامون زیر خاک و یه قول و ولا داشی خلاصه که این خونه دیگه فروخته شد و امروز کلید داریم تحویل میدیم به صاحب جدیدش لحظه نوستالژیکی بود بسم بچه ها صفه شروع میشه میره تا گوشه از اون دیوار سن رد میشه میره ملیون مرشه همه هم دارم هم کار میکنم بقی رپ فارسی کلا هفتش نفر هم میخوان گلیو هم پاره کنن شما هم بایستادی میگه ای ول ای ول تو دی این ای امونه این عشق به بازی این صحبت ها اما یه اتفاق عجیب این هفته افتاد که خیلی هاشیه داشت و عجیب قریب بود اون چی بود این بود داستان که یهو دیدیم پیج کوروش وانتونز به نظر میاد که هک شده و دیدیم یه عکسای گذاشته میشه عجیب غریب و از این حرفا و تو همون استوری الهام شد که هک شده بعدم دو سه تا عکس ما از دایرکت مسیجاش دیدیم و چند تا داستان خیلی عجیب بودیم وسط وقتی که هک شد هیچ کدوم از پستای بر حال کوروش پاک نشد اونطور که ما قبلا دیدیم هر وقت هک میشد طرف کل پستا رو پاک میکرد و از صفر شروع میکرد و این اتفاق برای سامان ویلسون پیج و خیلی های دیگه هم افتاده بود و اما اتفاق برای وانتونز یعنی کوروش وانتونز نیفتاد و استوری هایی هم که ازش گذاشته شده بود اگه توش چیز مهمی بود سانسور شده بود و خیلی غیر مستقیم بود داستان از مثلا یه فاصله نشون میداد که فقط مثلا یه چیزی ببینیم و سر همین خیلی هم گفتن که آقا این داستان فیکه و کوروش وانتونز اومده این کارو کرده برای اینکه کم سر کنن و حاشیه به هر حال ایجاد کنن و باز بیان توی حاشیه و خب معلوم نیست ما نمیدونیم دقیقا داستان چی بود و اما یه نکته عجیبه دیگهش هم اینه که فردای همون روز پس گرفتم پیجو خیلی سریع و بعد از اونم یه توییت گذاشت کوروش وانتونز نوشتش که آقا با هک کردن پیج ما قیمت دلار این داستان ها پایین نمیاد خب به طور قاطع ما نمیتونیم بگیم داستان چی بوده فیک بوده یا نه به حال اتفاقی بود که افتاده و قضاوت با خودتونه یه سری توییت جالب صادق گذاشته بود اول از همه نوشت از چیزی که کم دیده شده واقعا باید ترسید تو دو تا توییت دیگه به ترتیب نوشت همین جوری میگم افراد توی گفتن یه حقیقت نشونه ی دروغ بودنشه اما یه داستان دیگه که بود این بود که هیچکس پست کرد آهنگ فدایی به اسم آبی قرمز و خب این دیگه به تمام شایعاتی که میگفتن ملتفت از بین رفته و پاچیده و این حرفا از می رفت چرا چون دو یا سه ما پیش بود شادم کمتر که سروت هیچ کس یه اقدام عجیبی کرد و هر کیو که فالو کرده بود آن فالو کرده بود رو همین حساب خیلی هم ملتفت دیگه نیست و چون یه سری از پوست های حال مربوط به آربوم مجاز هم از اینستاگرام بقیه از او پاک شده بود اما خب با این کاری که هیچ کس کرد این شایه رو کلن از بیخو بون قد کرد و مشخص شد که ملتفت حالا حالا هست عکس مشترکی رو داشتیم از یاس و همراهی اجدر خب اجدر یکی از اعضای گروه بومباکس بود و هست و خب هم آهنگساز هم بر میخونه و جالبیش اینجا بود که زیر این پست یاس نوشته بود که قرار بود اون یکیشو من پست کنم یزید حالا معلوم نیست شاید همکاری بینشون باشه حالا یا آهنگی از اجدر باشه که روش یاس میخونه یا همکاری که هفته بعید میدونم همکاری چون استایلن اصلا به هم نمیخورم ولی خب این عکس رو با هم شیر کردن اما امیر تتلیو در حال که داشت یک سری حرفا رو میزد توی تلگرامش گفتش که آقا من سایت شدبندی دارم اما هیچ وقت از اندام جنسی دخترها استفاده نکردم برای تبلیغش خب به نظر میاد تیکه به ساشا صبحانی باشه که خب از این کارا زیاد دیدیم ازش و اینو گفت و به این شکل حالا نمیدونیم دقیقا معلوم نیست و بعدش هم گفت آقا ما سایت داریم اما هیچ وقت نمیدیم پول کسی رو بزنیم نمیدیم پولشویی کنیم باز اینم به نظر میاد تیکه به بعضی از اشخاص باشه مشخص نیست داستان حالا باید ببینیم در ادامه چی میشه اما خب اینجوری تیکاشو امیر تتلو انداخت خب ادامه داستان کچی بیتس و امیر خلوت رو داشتیم بعد از بر حال حرفایی که زده بود در جواب به امیر خلوت کچی بیتس امیر خلوت هم اومد یه وایس گذاشت گفت آقا تو اصلا رپ و کنار تو به جا نرسیدی رفیقای خودت هم گردن نمیگیرنت برو واینر شو معروفتر میشه این داستان ها و بعد از این چند تا متن گذاشت تو تلگرامش کچی بیتس و همچنین چند تا استوری که جوابهایی رم امیر خلوت بهش داد که اینا رو به ترتیب میبینیم اما قبلش یه داستانی خیلی جالب بود دیگه بودار میزد این داستان اولا که خیلی وقت داره کش میاد و دیسی ازشون ندیدیم بعدم حرفایی که امیر خلوت تو استوری آخری زد که میگفت بیا تورینگ وایسا بغل هم ببینیم چند چندیم یا با هم بخونیم ببینیم چند چندیم یکم داستانو بودار کرد که به نظر میاد این چند وقته این داستانه یکم از قبل به هر حال تعیین شده بوده و خب بتلا که چون گیرم داد به بتلا امیر خلوت بتلا که خب خودشون هم گفته بودن میخوایم حاشیه درست کنیم و بتلا رو خفن تر کنیم و اونا خب عذرشون معلومه و اما این حرفی که همین خلوت زد حالا بگذریم از اینکه روی موج سامان ویلسون که همین حرف رو به رضا پیچ رو میزد سوار شد اما بودار کرد قضیه رو و یکم مشکوک شد برا من حالا باید ببینیم چی میشه آیا با هم میخونن یا چی و خوبه خوبه بغل هم بخونن جالبه چون قشنگ بهتر وقتی روی یه فضا سازی با هم باشن روی یه فضا با هم بخونن راحتتر میشه بگیم که کی بهتر بود و اما یه نکته ای که خیلی جالب بود این وسط کوروش وانتونز اومد توی تلگرامش یه چیزی نوشت نوش کچی بیت ویرسیز کچی لیپت و اینجوری تیکر انداخت به امین خلوت بعدش هم خندید و خب جالب بود حالا میریم ما هم استوری های کچی بیت و حتی وایس امین خلوت رو میشنویم پشت هم به ترتیب برمیگردیم. کچی ببین انقدر تو رب هیچی نشدی و انقدر تو این سال ها به هیچ جا نرسیدی حتی رفیقات هم تو رو گردن نمیگیرن تو به جایی که رب بخونی اگه میرفتی واینر میشدی جدی واسه خودت دارم میگم اگه میرفتی واینر میشدی خیلی موفق در میشدی خیلی خوب دلقک بازی در میاری خیلی با نمک بازی خوب در میاری جدی میگم حتما این کارو بکن و اینکه این ترفنده و این که قبل آلبوم بیای دیست کنی و تیکه بندازی و شلو پلوغش کنی اینا دیگه قدیمی شده داداش دیگه مردم فهمیدن چه خبره همون برو ماست تو بخو پسر و بچه نه وقت ما رو بگیر نه خودتو میبوسمت خب ما دو روز رفته بودیم مخمونو باز کنیم و بیافتیم رو کارهای نهایی آلبوم و باز دیدیم که این داشتمون واسه ما ویس یه دقیقه ای میذاره مشاوره کاری به ما میده مشاوره زندگی به ما میده شما نمیخواد به کسی مشاوره زندگی بدی تو برو زندگی خود تو درست کن یکی دو اینکه برو به به موزیکت یه کاری بده بیرون یه حرکتی بزن با منم هم این وقت کاری داشتی فقط تو لینک صحبت کن همین دیگه رینگ بودو بینم پسر جون میخوام معروفت کنم من هرچی سعی میکنم تو رو خنده خنده بدمت بری تو انگار اصلا اینجوری کارات جمع نمیشه یا اینکه که فکر کردی منم مثل رفیقاتم که میری باهاشون همه میکنی یه بطلی علکی را هم و, و مثلا فکر میکنی خیلی باحال و خیلی کولین این فکر کردی اینجا من این خبر هست. نه 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 اینجا این برنامه ها نیست تو که هیچ کیت برین نمیخوره اصلا هیچ تناسبی با این صحبت ها نداری اگه چیزی بزن بهت بیاد اما ما همیشه سرمون واسه این داستان ها درد میکرده و میکنه و همیشه پایان این صحبت ها هستیم رو خوب کسی دست گذاشتی بیا وایسا کنارمون روی موزیک با هم بریم ببین اصلا هم قد ما میشی خودت وایسا کنارمون بخونیم تفاوت رو احساس کنی مردم بشنبن بهت بگن بلکه بیخیال اضافه کاری این بازی بازیه کسی فتو تموم کنی کچی اما بعد از این داستان ها رپ فارسی اومد یه پست عجیب و جالب گذاشت و اومد اون استوری امیر خلوت رو که درباره فید دادن با هم توی یه آهنگ با کچی بیتس رو میگفت و گذاشت و نوشت که رپ فارسی از این حمایت میکنه و خب به نظر میاد این آهنگ زود شکل بگیره با اسپانسرینگ رپ فارسی و باید منتظر باشیم دیگه خب حسین یه سری استوری گذاشت و یه اجرای زنده داشت یه فیری داشت و به نظر میمد یکی از آهنگای آلبوم یاد داشت میخوند و آخرش هم گفت به زودی میاد و جالب اینجا بود که تو این فیرستالی یه تیکه هایی بود به بعضی از اشخاص نسبت به همون حتی استوری که گذاشته بود من یاد گرفتم با سگاده هم به دهن نذارم و اجرای جالبی بود و امیدوار کرد ما رو به آلبوم یاد چون گفت به زودی میاد امیدواریم که اندفه دیگه تاخیر عجیب قریب نخوره و ما یاد و زود داشته باشیم.

بقیه رو بده بره چوس گوزن اکثرم فقط توی فرم اینو همه دستور میگیرم و دستور میدیم به این نونه که میخوریم نون دله نه وست نبودم به جایی هیچ وقت رفت پاس و ساختیم وقتی بودیم زیر ایجره الان میشنه به صداشو این شهر میپرسی که کی این داستانو جناهیش کرد بار ما بود آره یارو بوشه یه ملتی کردیم و آب و جارو همه جا پخش شدیم بدتر از آب بارو گرفتن امون بری خوردنش و بارون تو و قانون رو آلبومی توشیم توشیم زود میاد هیده توشی حکتا سینمافی تویت باحال گذاشته نوشت خواننده های پاپ یه قانونی بین خودشون دارن که میگن هر کی اول آهنگ ترکیه ای رو شنیده باشه ملودی برای اون میشه خب تیکه تنز و جالبی بود و تنز تلخی و این داستان هست تو ایران دیگه آهنگای ترکی رو بر میدارن میخونن و خودشون هم صاحب اون سبک و به اون ملودیا میدونن امیدواریم که هرچه زودتر این داستان مزخرف پاپ که این شکلیه تموم بشه اما حسین توهی در رابطه با هاشیایی که ایجاد شده بود در آرا هولش یه سری توضیحا رو داد گفت آقا خیلی میان میگن بیت دزیه ولی نبوده سمپل بوده و مثل اتفاقی که افتاد رو آهنگی که من خوندم یک سال و نیم بعدش ما دیدیم که یه آهنگ جنیفر لوپز داده به همون شکل و خب یه لوپ آماده بود و خب هست این اتفاق و راست هم میگه مشکلی نره و اگه مشکلی بود اصلا اسپاتیفای اون انگو پاک میکرد تو رپ قبلی هم گفتم اما گفتش که چرا اسم امیر تتلو نبود تو داستان اونم به این دلیل بود که آقا این آهنگ مال یه کمپانی یعنی باش قرارداد بستیم به عنوان اولین ایرانی و تو رپ فارس اولین داستان این حرفو قرارداد بستیم و اینا از قبل ایناش تعیین شده بود نسبت به اون قراردادی که نوشته شده بود به هر حال اسمارو زدیم و همچنین گفتش که ورسا رو هر کسی خودش نوشته و خب این توضیحاش درست بود و قابل قبول بود اما رسیدیم آخر وایسش که یه سری حرفای عجیب غریب میزد و گفتش که آقا ما ریاکشن ها رو همه رو دیدیم دمشون گرم یه سری ها تعریف کردن و یه سری ها عقده ایراد گرفتن علکی دارن به جای اینکه کارو حل بدن بره بالا خب چند تا موضوع رو با هم بررسی میکنیم اینکه خب آقا اگه یکی میاد علکی ایراد میگیره که خب یعنی نقد سازنده نیست که خب غلط اشتباه دیگه اما وقتی شما مثلا من خودم جزو ریاکتایی بودم که انتقاد کردم چرا چون شما میای دو بیت میخونی هیچ کدوم از مصرهاش به هم ربطی نداره فقط یه سری رایمه که مثلا که چی مثلا میدونی معنی نداره خب من رو اون واقعا انتقاد داشتم و گفتم و انتقاد سازنده خوبه چرا چون باعث میشه شمایی که داری آهنگ میدی حواستو بیشتر جمع کنی که یه چیزی بدی که کمتر انتقاد بشه و باعث پیشرفت خودت هم میشه و جالب اینجاست کسایی که ایراد میگیرن نقد سازنده میکنن عقده دارن اما شما عقده شنیدن تعریف نداری و یه نکته جالب دیگه که بود اینه که میگه که آقا هلش بده بره بالا یعنی شما با فن بیس 5 میلیونی 5 میلیون و نیمی که داری توی اینستاگرامت محتاج به اینی که هایی که ریاکت میکنن اینو حل بدن بره بالا یعنی فن بیس خود نمیتونن اینو هول بدن بالا یعنی فیک اون 5 میلیون با توجه به بر حال ویوایی هم که ما داریم تو اسپاتیفای میبینیم از هنگ. این آهنگ این بحث یه کم عجیب میکنه و انتقاد سازنده خوبه باعث پیشرفت میشه و ریاکت با پاچه خاری فرق داره شما وقتی میای ریاکت میکنی بعد پاچه خاری کنی که طرف شیرت کنه بعد همون چیزی که واقعا هستی و بگی بدون سانسور خوشت نمیاد خوشت نمیاد نقد سازنده داری بلدی اعلام کنی تموم شده رفت پاچه خاری نیست داستان و خیلی این صحبت توهی غیر منطقی بود و عقده خطاب کردن کسایی که میان و انتقاد میکنن خیلی زشته و بگی به یکی توهین یعنی به یکی توهین کنی بگی عقده ای خیلی زشته و رو همین حساب واقعا کار غیر بود کار خوب بکن که انتقاد نداشته باشه ما هم انتقاد نمی کنیم و نمیدونم دیگه واقعا واقعا هنوز اینو درک نمیکنم کنم با 5 میلیون آدم محتاج مثلا خفن ترین کانال ریکت های الان توی یوتیوب ما سه چهار کن یعنی محتاج اون سه چهار حالا شاید مثلا 20 کا ویو بخورم محتاج اون 20 کایی و باید حتما ازت تعریف کنن نمیدونم چیه و یه موضوع دیگه ای هم که هست که جدیدا من بهش پی بردم به نظر میاد این داستان هست اونم اینه که آقا ما خیلی میبینیم که الان داره مد میشه خارجی هایی که دارن ریاکت میکنن به آهنگ ایرانی و حالا اشخاص خاص مخصوصا و خب مطمئنا اینا بعضیشون گماشته شدن یعنی چی یعنی پول گرفتن که ریاکت کنن و حالت اسپانسرینگ قرار گرفتن که آقا ما شما رو پروموت میکنیم. شما ریاکت خوب بگو و یه چیز جالبی که هست یه نکته جالبی که میخوام اشاره کنم خیلی ها دارم میگن آقا چون فلانی خارجیه و از متعرف کرد پس م... او ما چقدر خوبیم میدونی و هر ریاکتی هم اون طرف میذاره اینا میان شیر میکنن حالا داستان چیه داستان اینه که آقا اولا اینکه هر کسی که خارجیه 100 درصد با شور و با فهم و فوق نیست و تو خارجی هم نفهم داریم تو خارجی هم بی سواد داریم حالا چون طرف ایرانی نیست هر چی بگه درسته این یه طرف دو شما ببین یک خارجی شما خب وقتی میای یه آهنگ خارجی رو ریاکت میکنی و انگلیسی مینویسی تگ انگلیسی میزنی خب اون بیشتر سرچ میخوره و طبیعتا بازدیدش بالاست ببین یه شخصی وقتی میاد یه آهنگ خارجی رو ریاکت میکنه و ویو نمیخوره اونم یه شخص انگلیسی ویو نمیخوره و نمیتونه از مارکت اونور ویو بگیره پس معلومه که تو اون ور زیاد شخص باحالی نیست که مجبور میشه میاد به فنبیس کوچیک ایرانی ها بپردازه حالا بماند که بعضیشون مشخصه که فنای بعضی هم پولی گرفتن مثل اون آقای انگلیسی که دیگه تبلیغاش هم دیدین دیگه و بقیه داستان پس این که چون یارو خارجیه مثلا سیاب اومده گفته او فلانی چه خفنه که جدیدن هم دوسته تا شدن دلیل بر این نیست که اون کار صد درصد خفنه و آقای توی ریاکت با پاچخاری فرق داره این از این امیدواریم که اینو درک کنید امیدواریم که ریکت هایی که میاد برای تخریب نباشه و برای پاچخاری نباشه نظر واقعی هر شخص باشه و واقعا ریاکتش باشه با یه کار حال نمی کنم. حال نمی کنم. حال کرد حال می کنم تموم شده رفت به همین خوشمزگی و خلاصه که همین دیگه آقای توی یکم ای تر باش و کار خوب شنیده میشه کار خوب حل داده میشه میره بالا و میترکونه البته اینو بگم الان این حرفایی که ما زدیم دلیل برای نمیشه که مثلا بگیم خیلی بد و اینا نه این حرفاش خیلی غیر منطقی بود و خب توی آهنگ هولش هم واقعا جو انتقاد داشت چندجا ولی خب کارهای خوب داشته و همینطور که میبینید کاراش از لحاظ حرفه‌ای واقعا خیلی از استانداردها را رو رعایت میکنه و عملا اگه ما انتقادی میکنیم برای تخریب کردن کسی نیست فقط حقایق میگیم و اونم داستان اینه دیگه و اگه خودتون دیگه باشید تو داستان میدونید من چی میگم خب این بود از رب هواشی امروز امیدوارم که لذت برده باشید اگه صحبتی انتقادی پیشنهادی هر چیزی دارید حتما برای ما بنویسید که من صد در صد سعی میکنم بخونمشون و دمتون گرم مرسی امیدوارم که همیشه حالتون توپ خوب عالی و بم باشه تا ویدیو بعدی سی